پنج الا پنج و نیم. دیدی این میگه چهار سر؟ شدنی که هست اما خطریه. نه دیدی گفتم. راه کردی نگاه به ساعتت بکن. باز ما حاضریم و تو معطلی داری. چون همین روزم صرف راه انداختن شما کوچولوها شده. یه خوردشم صرف حاضر جوابی. خب سفر آقا چه خبر این همه محکم کاری؟ جاش مطمئنه؟ ضربه نمیخوره؟ فکر بارونو کردی؟ خیالتون تخت نه خیر خیال خانم بجون دیر شد برو بگو داریم راه میفتی که میخوای بری شهر کار کنی اگه مثل ما مشتری گیر آوردی 20 سال بس تو این خط راه آخر بله شهر دلت واسه ما تنگ میشه بیرد خور از حالا باختم من با ساعت خودم سر وقتم مگه دنیا رو ساعت تو میچرخه نکنه 24 ساعتی کشیدی جلو چه ساکتی سفر آقا ساعت داری؟ کو میگفتین معطل منی؟ من نمی تحصیرم زنگ مدرسه بابا بچه ها بالا شیطونی بسه ببین میتونی یه ایرادی بگیریم خدای نقب اینا رو باش زود 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 خب، پیش به سوگه، اگه گفتی؟ عروسی! ما میریم تهران، برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم. حشمت داوران 36 ساله مدیر مدرسه شهرستان
مهتاب داوران. نه، در این موارد اسم قبلی رو به کار میبرن. مهتاب معرفی، 29 ساله، خانه‌دار و معلم. سفر مولوی، سن 48، عیانوار، دارای گواهینامه پایه 1. زرین کلا سبحانی، 33 ساله، شغل زاره، متأهل، فرزند ندارم. من پلیس راه سلطان فلاحی از 25 کیلومتری کرج گزارش میکنم. ما اینجا شاهد تصادف واقعا دلخراشی هستیم که مدت زیادی از وقوعش نگذشته. در تعقیب گزارش قبلی، ما در قسمت کمرز جاده هستیم که با پیچ 90 درجه بین دیواره سنگی در سمت راست و پرتگاه در سمت چپ جاده قرار گرفته. اجباراً جاده فرعی خاکی برای عبور و مرور وسایل نقلیه راه اندازی شده و منطقه تصادف را پلیس راه کلا در اختیار گرفته. بگوشم. بله. بله. شماره سواری و نفتیش رو تکرار میکنم، به ترتیب 32-32-5 و 81-44-7. راننده نفتیش و شاگردش به نام های الله‌قلی یاوری و مجهول حیدرپور دستگیر و برای تحقیقات بیشتر بازداشت هستن. در تایید گزارش قبلی، تعداد تلفات کلن 6 نفر که از آنها دوتن خردسال بوده و بقیه بزرگسالن. یک خانواده کامل 4 نفری، راننده سواری و یک زن روستایی که هنوز روشن نیست چه نسبتی با سرنشینان داشته. جستجو برای تعیین هویت کامل سرنشینان هنوز ادامه دارد. مرگ جا در جا یا بلا فاصله. علت تحت بررسی است. احتمالاً قصور راننده نفتکش، کار نکردن ترمز یا لیز بودن جاده. به تایید متخصص فنی، ریزش کوه در تصادف نقشی نداشته، ولی پیچ جاده را صرف نظر از سهل‌انگاری راننده نفتکش نهایتاً در بروز حادثه میتوان مؤثر دانست. فقط سنگینی نفتکش باعث شده که به دره پرت نشه. مورد مشکوک این که شاید شاگرد راننده به جای راننده پشت فرمان بوده که اصلا باید مورد بررسی قرار گرفته، رفت یا اثبات سوءفهم اعلام شد. اثبات کنم. مورد مشکوک این که شاید شاگرد تحقیقات هنوز کامل نیست. برای گزارش های بعدی که متعاقبا به اطلاع میرسد منتظر بوده خط مخابره را باز نگه دارید. متشکرم. تمام. Thank you.
جان من بیشتر از فهرست نگیر. من نگران صورت حسابم. من بیشتر. من از اونم بیشتر. خوشحالم که به فکر جیب من هستی. من همیشه به فکر جیب تو هستم. خوشحالم که به این روز افتاده. بازش خیلی بهتر از کیف منه. های استاد محترم خیلی تند میری. قبل از رفتن نمیخوای تشکر کنی؟ مثل که یاده دفته بقیه هم چشم دارن. هی سب کن گل مصنوعی رو اضافه کنم، ولی اگه مثل طبیعی نبود نگی. اگر مثل طبیعی بود میشد کاش. ازش چیزی در نمیاد. ما تلکم به خودت بگو استاد گرامی. دانشجو ممتاز تو که منم درس میدی. خیال کرده برادر عروس بودم به این آسونیه. کم کم داری وارد یک روز تاریخی میشیم. هی بگو. برای مام میگفتن. برای شما چی خانم بزرگ؟ راستی که چقدر تنبلن. دق مرگم میکنه تا بیاد. از مرگ حرف نزن. تلفن زدم کسی بر نداشت. یعنی پس تو راه هم. اگه دیروز بعد از اون راه افتاده باشد دیشب باید میرسیدن. امروز صبحم که باشه یه ساعت پیش بعد اینجا بودم. پس نتیجه میگیریم که تقصیر آقا عشمته. خوره خواب احمد نمیاد. ماروخ جان دوره ما ساده ضرب خبر میکردن، اونم از چند روز بیشتر. آخه من چه کار کنم که دوره شما دنیا نیومدم؟ دلیل آوردنش اینه برادرش. حواسم به اتاق مهتاب مونس خانم جان. چی شد؟ داریم رخت خواب میبریم. خیلی توش بوده که دیشب نرسیدن. چند تا شاخه گل یادت نره. خط منه که عوضی میرن یه عروسی دیگه. مگه ما اینجا آتیش بازی را بندازیم؟ خودتو تو خرج ننداز. تو زندگی یه دفعه است. دومی نداره. برای من که نه. دلم تنگ میشه. اولاش همین جورا. خب بعدش هم بعدشه دیگه. میبخشید که عجله دارم. خیلی ازت معلومه که عجله داری. نیمدم چون راستش دارم میرم، فقط گفتم یه نظر مسافرها رو دیده باشم. سلام و عرض بندگی. چرا خودتون خسته میکنید؟
خوبید؟ خوب کجا هستن مهتاب خانم؟ کو عقبی حشمت؟ ما که جان به لب شدیم. جونتون سلامت، حرف مرگ نزنی. پس گوشن، هر بوغی خیال میکنم اونا. آخه حشمت جان تلفنی چنان سفارش کرد انگار خودش پیش از بنده اینجاست. بقیه کجان؟ کلی کار هست. نگران نباشی، الان میگم چی باید چی کار کنه. و خودت تماشا میکنی نه؟ مثل همیشه جای کار کردن حرفشو میزنه. بعضی حتی حرفشم نمیزنن. اگه حرف زدن کار بود تو پرکارترین مرد زمین بودی عزیزم. من رفتم. بوده تو بچه کی از من توقع داره؟ خب خانم جان تحویل شما، مثل اینکه یا جای من یا جای حکمت. انشالله مبارکه. دیرم شد. دیگه آزاد آزادم، همونطور که اخوی حشمت جان خواسته بود 3 روز تمام از شرکت مرخصی گرفتم. مزه خاطر این ماروخ عزیز. نه منت نیست، طلبکار بودم. همدم تویی؟ هیچی، خواستم ببینم خوب فکراتو کردی؟ خب این که معلومه. چطور؟ خوشحالم که مطمئنی. کمک نمیای؟ بعد نهار بچه ها. خب اینم گل. از کجا باید شروع کنیم؟ فکرشو کردی صندلی‌ها رو چطوری بچینین؟ 4 تا 4 تا؟ 2 تا 2؟ پشت هم؟ بله؟ مامو جان کجاست؟ کتابخونه متحرک؟ امروزم تدریس؟ رفته سمساری برای وسایل. ولی خانومش؟ بهشون سلامی بکنم. خب میمونه بپرسم کجان داماد خوشبخت جناب رهی برهانی و خانواده جلیله؟ رو دربازی نکنین، هر مطلقی میخواین بگین، شکر فشانی کنین. حرف برای زدنه نه خانم بزرگ، تا برای شنیدن. اگه شما رفته بودین دنبال خونچه و چراغونی رهی الان اینجا بود. الفرار تا بده کار نشدیم. سلام مستان خانم، ما که دستمون از هر هنری کوتاهه، دست همسال شما درد نکنه. هیچ وقت برای شروع دیر نیست. چی فرمودین؟ سلامتون رو به کتابخونه متحرک میرسونم. میدونید چه پولی از این خونه میشه در آورد؟ اگه زمینشو خرد میکردین، میفروختین یا ترتیب یه مجتمع مسکونی رو توش میدادین. شرکت ما ندید حاضر قدم جلو بذاره. شما هیچ نقشه دیگه جز خراب کردن این خونه نداری؟ از خرابی حرف نزنید، دهن شیرین کنید. این گل برای اتاق مهتابه؟ کاش خوشش بیاد. خانم مارو، بشه که خودم تو جشنت لزگی برقصم. زیادی گرگرین میخونی هم از پسشم بعد میام. خوبه درست میکن، جمع کن تا پول برات نریختن. خوب
گاهی به این جور بهانه ها میشه قمخی شدید. بفهمیم کی هست کی نیست. بچه ها رو نمیشناسی چون بزرگ شدن، بزرگا رو نمیشناسی چون پیر شدن. اونا هم بر رو بر نگاه میکنن میگن ببخشید این خانم کی باشه؟ خب معلومه تو بزرگ شدی. باید خوشحال بود. آقای برهانی که خیلی خوشحاله. الان دیگه پیش خیاطه. این دفعه دیگه نمیشه بی جوابم بذاری. بگو کدوم خوبه ها؟ تک بودن یه خانواده را انداختن. هر کدوم باشی اون یکی خوبه. اینم شد جواب؟ اینم شد سوال. حقا که شاید آقای برهانی هم داره از خیاطش همینه میپرسه. الان دنبال سازناست. پس جواب سوالشو گرفته. اگه خواستین چیزی بشکنین اول خبر کنین. قلبم سالهاست شکسته و کسی خبر نشده. کاش آینه رو جای مطمئنی گذاشته باشم. آینه چیه؟ من منتظر خودش هستم. میدونین چند وقت هم دیگر ندیدیم؟ اما واقعا باورم نمیشه. چه خوب خونه نو شده. همه چی برای مراسم آماده است. چرا که نه، خانواده معارفی هرچی تو حسابشون داشتن بیرون کشیدن. مستان تو آینه رو دیدی نه؟ سر عقدت مونس یادشه. از چند نصر پیشتر سر عقد تک تک ما بود. هر کدوم تو عقد بعدی اونو به عروس نو سپردیم. توی آخرین عروسی گم شد. اشتباه رفته بود جزء وسایل سمساری. یه چیزایی یادمه. من و همدم جان در جریان بودیم. اونقدر گشت تا پیداش کرد. مهتاب خانم قرار گذاشتیم خودش نگهش داره. خانم باغبون کار رنگ رزا تموم. خانم مرخص شن. اجازه بدین شما زحمت نکشید. کدی برخان کی باید به درختا برسه؟ یکی از درختا چیزیشه. رفتی یه نگاهی بکن. این حیات قراره چراغون شه. آخ دیدی یادم رفت. ریسه های چراغونی. کاش شماره سمساری رو داشتیم. 6-6-7-4-3-2. با این هوشت خدا به داد آقای برهانی برسه. آره اون خیلی رویاییه. فعلاً که تنها رویاش تویی. چطوری میشه آدم رویایی یکی دیگه باشه؟ ما همه رویای همین. کدوم کدومه خانم جان؟ میگه برای تولده هر کدومشون یه درخت کاشتیم. نگاه کن این باقیه پر از ما. ماهو برات نگفته؟ یکیش منم یکیش مهتا. از سمساری مهتابه. مهتاب تویی؟ ببخشید شما؟ شماره اینجا رو دادن؟ کی؟ از خونه خودشون؟ بله اینجا هستن. کار مهمی بود؟ البته گوشی؟ حکمت طلبکارا اینجا ملتون نمی کنن. تلفن. شکر خدا بده کار کسی نیستم. کیه؟ از شرکت؟ هر کیه زیادی مؤدبه. از پشت کارم دومی خود شماست. زنگ زده خونتون همدم جان شماره اینجا رو داده. بازم ممنون. انشالله راضی باشید. خیر پیش. اینم برای شیرینی. مبارکتون باشه. بله بفرمایید. خودم هستم. شما؟ راست میگی حالا نزگی برفت. جواب ندی یا میافتی.
خواستی بیفتی برو بالاتر. ایداد من این گرفتی من میندازی. مگه تو هزار کار نداری؟ نامه بر میاد. چی شد قرار بود پشت دعوت ها رو بنویسی؟ یادم بود. خوشحالی من از این خونه میرم، حسابی جشن گرفتی. نه یه دکم خوشحالی. خب اتاق مهتاب جانم حاضره، نمیخواییم ببینین؟ چرا؟ چی مهمتر از این؟ چطوری تا مستان دستش خالیه لباستو امتحانی بکنی؟ بازی بچه ها، ستار مهتا، کتابای آقا حشمت. چشم. شربتی چیزی برای آقای داوران بیار. نمیدونی چی شده؟ چیزی نیست، نه یه گرفتاری مختصر اداری. من باید چند جا سر بزنم، متاسفانه فوری. اجازه مرخصی مرحمت میکنید؟ راستی سمساری؟ نشونی سمساری؟ بعد از چراغ قرمز سر پیچ که رسیدین 50 قدم. پیداش میکنم. نه پس میشه. بله بله، ریسای چراغانی. کمکی از ما ساخته هست؟ نه متاسفانه. همدم جان سلام. نمیای؟ آقا حکمت همین الان رفت. تو چته؟ به ما؟ نه چیزی نگفت. چی باید میگفت؟ چی شده؟ ها؟ چی باید میگفت؟ هیچی. فقط گفت هیچی. هیچی. صداش گریه میکرد. حرف گریه رو نزنین، اونا همیشه با هم بگو مگو دارن. خدا کنه به خیر بگذره. خب هر کس سر کار خودش. جاشمی پای آفلا 12 عدد، ایزن پای چینی 12 عدد، 24 رومیزه یلته صورتی 24، روکش تور سفید زمینه به همون تعداد 24، با زمینه ایزن زرد 24، روکش به همون تعداد ایزن 24 و زمینه. آینه قابطلای مکلل 7 عدد با نقش 4 هاشی فرشته. آینه فرشته 7. لاله اصل گلبهی 4، ایزن دست دلبر فیروزهی 8. 4 و 8. چینی مرغی اصل طبق فهرست. فهرست بلورجات به تعداد مذکور 4 دست بلور. تنگ لطلا و لیوانهای مربوطه 6 دست. فهرست نقرجات پای استکان 40، پای لیوان 40. 40 و 40. ایزن شربت خوری 60، شیرینی خوری 60. 60 و 60. چینی جات میوه خوری مصور فهرست مکمل. فهرست مکمل. این صورتیار همیشه بهار شبه طبیعی یک جا.
عطریه صورتی یک جا. سلام حکمت، تو اینجا چی کار میکنی؟ ما باهات حرف دارم، گوش کن. نمیدونم چه جوری بگم. به من یه تلفن شد. جورجات زینتی با رقم مبارکباد 4 دست. 4 دست بلو. پرده مصور چاپ دستی 10 عدد. نقش خسرو شیرین و بهرام گلندام. چاپی 10 عدد. پولکی دستسوز با نقش گل و مرغ و آب و ماهی و ماه و ستاره و خورشید 1 جفت. منظره 1 جفت. راسته خودم هم گیجم. چطوری باید بفهمی؟ به کی باید رجوع کنی؟ به من یه شماره تلفن دادم. منم بیشتر از تو نمیدونم، ولی خبر جدی بود. با من بیا ماهو، تنهایی راه و گم میکنم. این چه حرفی؟ مغازه خودتونه. ملام دو، صبر و تفکر. امیدوارم اشتباه کرده باشن یا شوخی و آزار. امیدوارم راست نباشه. صورتی ها رو حذف کن. صورتی ها؟ زرد ها، طلایی ها. هنوز که حذف کن. اون چیه؟ زبونم لال واسه مورد شما نیست. سور اسرافیل، پرده بهشت و دوزخ. به فهرست اضافه کن. اگر اضافه میکنی رو میزه تلمرم ببرین. اضافه کن. پنجم و نقش خورشید. زیر سیگاری ها با رقم یا صاحب سر. اضافه کن. کتیبه با رقم یا کرام الکاتبین. اضافه کن. سلام همدم، منم ماهرخ، نمیشناسی؟ ببین، چی شد؟ ما میریم سلمینی یا سلمینی میاد اینجا؟ نمیدونی؟ چته همدم؟ بعد؟ دیگه وقتی نیستا؟ بعد زنگ میزنی؟ باشه منتظرم. همه دعوت ها همینه؟ ها؟ نامه بر اومده. نه، نه همش. حواست کجاست؟ من که مشغولم. به خودت میگی 5 ساعت نه؟ 6 ساعت. چرا خیال میکنی مهتاب و بچه ها نمیان؟ من کی همچین حرفی زدم؟ توی راهن میفهمی؟
توی راه. نامرسان شرکتی نه؟ چند ساله تو این شغلی؟ تا یادم میاد. و همه این مدت نامه میخوردی. امروز باید کاری بکنی که هیچ وقت نکردی. باید نامه هایی که رسوندی رو پس بگیری. خواهش میکنم، شایدم، یعنی امیدوارم، کی میدونه، اقلن به احتمالش فکر کنیم. مهتاب خواهر تو هم هست، چطور دلت میاد؟ اونم وقتی بعد از سالها ما جشنی داریم. نه ماهو، این ممکن نیست، اونا قرار آینه رو بیارن. نمیفهمم چرا نباید برم تو؟ کلی خبر دارم. سلام خانم بزرگ. ماهو سلام. ماروخ جان چطوری؟ خب همه کارا درست شد. جواب آزمایش و وقت مراسم و ترتیب گروه نوازنده ها همونطور که میخواستیم. کاملا آبرومند، علاوه یه چراغونی باغ و مختصری آتش بازی و شعبده. پس همه چی درست شد؟ خودم دنبالش بودم. خانواده برهانی همه با کمال میل برای خدمت آمدن. پدرم، مادرم و خواهرم رها جان. خوش آمدم. به کمکشون احتیاج هست. نمیفهمم چی شده؟ بهت نگفتم؟ یکم آروم. نمیدونم چطوری بهت بگم رهی. فقط شاید فعلا باید دست نگه داری. خبری شده؟ تفکیک اسناد از خودروی کرایه سیاه رنگ غیر ممکن بوده. سواری رو به زحمت از دو طرف کش آوردن تا بشه افراد رو شناخت. فاصله محل تصادف تا شهر کمتر از یک ساعته. با وجود این عملی نبوده که سرنشینان مصدوم سواری رو به بیمارستان برسونن. متأسفانه برای هر اقدامی دیر بوده. افسر مسئول صدفان فلاحی، شما خانواده‌شون هستید؟ متاسفانه. حشمت داوران؟ برادرش هستم. مهتاب معارفی؟ هنوز باورم نمیشه. اخیراً افتخار بستگی با خانواده معارفی رو پیدا کرده. بهتون تسلیت میگم. این عکس رو دیدید؟ راننده شناسایی شده، دارای حس شهرت و سابقه، همینطور زن روستایی. کی؟ از روی نسخه‌هاش کشف هویت شده. زرین کلاه صبحانی. به علاوه یک نشانی تهران ازش به دست اومده که معلوم میکنه برای مالجه میامده. به مرکز تهران و منطقه مبدا اعلام شده تا خانواده‌اش در جریان قرار بگیرن. همه چی برای تحقیقات به صورت اولی نگه داشته شده بود. اگه جا به جا میکنن برای اینه که استشاد تمام شده و گزارش‌ها به گواهی متخصصان فنی رسیده. توضیح لازم ندارید؟
اسلان سلام، ما داریم حرکت میکنیم. سمر بدبختانه درسته. ببین تو اقلا آروم باش به خاطر من. خب با مادر ما رو حرف بزن، آمادشون کن بفهمن مراسم باید عوض بشه. چی؟ مادر؟ خب من چه باور نمی کنم. چطور باور نمی کنم؟ داریم از بین میریم. خانواده داوران به تای خط رسیده. حشمت دو پسرش برپریدن که اسم داوران از اونا میموند. من موندم که دختران به وقتش اسمم رو فیل میکنن و نوهام اسم دیگه ای دارن. چرا من باید آخرین داوران باشم؟ عیبی رو به من میبندی که از من نیست. شورای پزشکی جلوی خودت گفت دفعه بعد برام 50% خطر مرگ هست. یادته؟ تو گفتی نمیخوای دخترها بی مادر شن. آره یا نه؟ خب من از خودم میگذرم. اگه مطمئنی بعدی پسره، من 50% مرگ رو قبول میکنم. چی میگی؟ میتونی واقعا پیش بینی کنی؟ مطمئنی دخترم رو بی مادر نمی کنی؟ معذرت بخوام، نشنیده بگیر. دلم تنگ بود، دلم تنگ بود. دخترای خوبی هستی پیش خالی بمونیم؟ ها؟ ها؟ اذیت نمی‌کنی منو بابا یه ساعتی بریم؟ نوبت کدومتون رو در روش باز کنم؟ نه، سیاه نپوش. به خاطر اون زن. درد خودم بس نیست. چرا نمیگین دست بکشن؟ عروسی در کار نیست، مراسم عوض شده. هیچ حقلم بگی که حرفم رو شنیدی. چطور نشنیدم؟ خیلی بلند گفتی. خواهر منم نه، خواهش میکنم، پایین منتظرم. همه باید ما را ببخشید. همدم جان گریه که نمی کنی ها؟ ما عروسی داریم. بله خانم، غم آخر باشه، باید ساخت. واقعا تسلیت عرض میکنم. تسلیت؟ فقط سم میبینید با من چه میکنید؟ من از دیدن مهتابم محروم میکنید، از دیدن شوهرش و نوه هام، و حالا میخواین از دیدن عروسی ماهرخم محروم کنید. نباشه هرگز. کی همچی خیالی کرده؟ نمیفهمم مونس، پس چرا دست نگه داشتی؟
این خونه باید به زیبایی یه عروس آراسته میشد. خانم، نامه بر فقط امروز مرخصی داره. دعوت رو چه کنی؟ بعضی رو پس گرفته، بعضی خونه نبودن، بعضی رو نشونی میخواد. اون مرد کیه؟ اینطوری اذیت میشن، نباید اصرار کنی. وقتی میمدم نمیدونستم سیاه بپوشم یا نه، برای احتیاط تو کیف دستی گذاشتم. نه اصرار فایده ای نداره. مادر رضای خدا خانم، چرا؟ چه اصراری داری مونس؟ چه علاقه داری که اونا مرده باشن؟ من علاقه دارم، من اونو بزرگ کرده بودم. خب خانم جان، اصلا دلم نمیخواد، ولی یه شاهد اینجاست، همه ماجرا رو دیده. ما هم متاسفانه ما هم دیدیم تا آخرش، تا پزشکی قانونی. پس شاهد آمده. افسر مسئول منتظر شماست. آروم باشم. آروم. خب استاد، بریم به دیدن این شاهد. این شد دلیل؟ چه دلیلی مطمئن تر از این؟ شما آینه ایم پیدا کردی؟ آینه؟ حتی شکسته و خرد شده؟ نه، به هیچ وجه. بله، در عکسم نمی بینم. بهتون گفتم که خبر روزنامه صحیح نیست، شما عوضی گرفتی. اونا با خودشون آینه ای می آوردن. اگه آینه ای نبوده، پس سواری دیگه ای بوده. حس شما رو می فهمیم خانم جان، ولی لجاجت بیفایده است. ما همه رو به چشم دیدیم. همه جور تطبیق مشخصات تایید می کنه خانم، صحت خبر قابل تردید نیست. خانم، اون مرد برادر من بود. علاقه من به مهتاب جان قابل اندازه گیری نیست. اون دو بچه های برادرم، من اگه نبیش از شما به اندازه ی شما دل شکستم، ولی توجه کنید کاریش نمیشه کرد. اونا دیروز را افتادن ولی هنوز نیومدن. پس کجان؟ اون قول داد آینه به موقع میرسه. اون در راهه. Thank you.
متاسفم ولی که چی؟ اون بهترین خواهر دنیا بود، بهترین زن، ولی هیچ که به یاد ما نیست. ما قراری داشتیم، عروسی، یادته؟ ما قرار بود عروسی کنیم، همه چی آماده بود. یا هنوز هست؟ من البته به خواست خانواده تو احترام میذارم، البته، ولی بهتر نیست معلوم کنن تا کی؟ یا اقلا مشورتی اما خانواده ما بشه. چقدر توی سیاه میمونی؟ یه سال یا بیشتر؟ سنت خانواده شما چیه؟ گیجم رای، گیجم، نمیدونم چی میگی یا چی بگم. ما پای آینه عقد میشدیم و اون آینه شکسته. ما چرا باید بشکنیم؟ ما چرا؟ ما نمیشکنیم رای، فقط صبر، کمی صبر، صبر میکنی رای؟ به خاطر من صبر میکنی؟ بله، برای اولین شماره. جای مناسب و حتی امکان مشخص. تا یه ساعت دیگه برسه خوبه. شعبه آگهیتون دقیقا کجاست؟ خانواده های معارفی، داوران و خانواده های وابسته، منشی، مستوفی. حلوا، قهوه، چای، خرما، شیرینی تلخ، انگور سیاه، گلای تیره، گلا. میشه اسم ما هم بره توی روزنامه؟ ما از خانواده هم بهش نزدیکتر بودیم. برو لباس سیاه های ما رو بیرون بکش برسون لباس شوی. او توی فاری ها. خب الو مادر جون. مساوات، انصافپور، معروفی، تهرانی مقدم، ادیب دفتری، یاوری، اعتدال، برهانی. باشه ماهرخ، صبر میکنم، صبر میکنم. بی جهت خودتو آزار میدی. چرا خیال میکنی ما باعث مرگ اونا شدیم؟ اونا برای ما میومدن به خواست خودشون، به خاطر ما. بیشتر از 100 دفعه این راه رفته و اومده بودن. چرا حالا؟ چرا درست حالا؟ گفتم نبرینش، طاقت نمیاره، طاقت نمیاره. پس کی میایی؟ بیا، بیا مهتاب. اگه نیایی زندگی اون بچه تلف میشه. معلومه اینجا چه خبره؟ مگه اینجا عروسی نیست؟ براشون بگو. ببین همین شوخیه یه جدی. اینجا مجلس اعضاست یا؟ شما آگهی روزنامه رو ندیدید؟ Thank you.
ماروخ جان پاشو وقت دواتی. چند بار من که الان خوردم. الان؟ آره آره برو. خوبم. دارم میمیرم خانم جان. اونا برای شما مردن نه برای من. سلام استا، تبریک. این رسم جدید استقبال از مهمانان عروسی با لباس اعضا. نه، ما آگهی رو ندیدیم. صفحه دلچسبی نیست که مرتب نگاهش کنیم. اومدیم به من تبریک بگیم. چشم شما روشن. خانم جان حواست کجاست؟ این وضع تبریک. حواس شما کجاست؟ چرا توی عروسی گریه میکنی؟ هنوز نمیتونم باور کنم یا نه. شاید هم میخوام غافلگیرمون کنم. خدا عروس کجا؟ روی ها خسته میشین. بفرمایید شما هم داغین هم میلرزین. از خوشحالی. مگه نمیدونی کی میاد؟ قرار بود بیاد خونه ما، همونطوری که اونام در سفر بارها زحمت ما رو کشیدن. همه کارا شده بود، حتی ذخیره تخت و تعیین پزشک معالج. نمیدونم اگه رسیده باشه اون دو خط تلگراف و کسی هست برای شوهرش بخونه یا نه. بدون خبر زودتر از تلگراف ما به شعبان رسیده. بی خود دل واپسی. میبخشید یه روزه از رو عکس و بانگوچه که بهتر از این نمیشد. ما فرصت جبران محبتاشو پیدا نکردیم. خیلی ناگهانی بود. پدران ما به کنایه میگفتند مهمان بی دعوت، همان که واقعا هست، یا میگفتند شریک نخواسته. بله، این تنها شرکتی است که ما همه در آن سهم مساوی داریم. نه زبان خوش، نه حق و حساب. هر امید سودی در این شرکت مثل سفته ای است بی محل. در معامله مرگ ما همیشه زیانکاریم. نه، بهتر نگیم ختم. این پایان کسی نیست. اونا به شکل خاطره و تأثیراتشون در ما ادامه دارن. پس این یاد بودیست برای بخشی از خود ما که تا دیروز کالبدی جدا از ما داشت. ما جمع میشیم و یاد اونا رو اگر نه در واقع در ذهن زنده میکنیم. برای همین لطفاً اون 6 صندلی رو به یاد اونا خالی بگذارید. این خاصه صاحب مجلس حق طبیعی کسانی است که به خاطرشون جمع شدین. امضای ما تو روزنامه هست؟ طرف همکاران صنفی راننده سواری. اما آخر ضربه بدی بود. همینطور برای شما.
من حس بدی دارم، کاش خیال نکنن این از قدم ما بوده. این حرفا قدیمی شده خانم، این حرفشو بزنین و نه تکرار کنین. اونا مردن ولی تموم نشد. خانم جان دیدین که در مراسم تدفین شرکت نکرد؟ خانم جان خیال میکنه اونا در راهن. همه کسا مردن ولی نه برای من. هر روز میبینمشون. پدر اونجا نشسته بود، مادر اونجا و من بچه بودم. تو نبودی معنیش اینه که مرده بودی؟ نه، جده ها دخترم و شوهرش از من گرفتن، پدر و مادر تو رو، وقتی خیلی کوچیک بودی. یعنی بذارم مهتابم ازم بگیرم با همه کسانش؟ لعنت به جاده ها اگر معنیشون جداییه. از پیچ کوچه به پیچ همینجاست. درست اومدی. هر دقیقه هست که برسم. کی برسه؟ به عنوان دانشجوی سابق مجبورم یکی از درسایی رو که به ما دادین بهتون یادآوری کنم. پذیرش واقعیت وقتی تغییر دادن شرایط از ما ساخته نیست. درسیه که من ازش نمره خوبی نگرفتم، چون خیال میکردم هر شرایطی رو میشه تغییر داد. حالا ما یه بچه ناقص داریم که فقط ماهی یک بار میبینیمش. باید داغم تازه کنی؟ پذیرش واقعیت. من از بعدش میترسم. تو هم نگونم. چرا یه بچه از پرورشگاه ور نداریم؟ عجب وقتی گیر آوردی. هر دختری که بشه اسمشو گذاشت مهتاب. هیچکس به اندازه اون منو نمیفهمه. حتی حرفایی که هیچ وقت به زبون نیوردم یا دردایی که ننوشتم، بدون اینکه نوشته باشم موضوع بچه رو حدس زد. و بدون اینکه نوشته باشه فهمیدم دلش به یه دختره. حالا من حس میکنم داره به من یه علامتی میده. چی؟ همین. باور کن جایی دختری به این اسم منتظر ماست. اینجای مجلس زرین کلاه ما. میبینی چه مجلسی براش گرفتن؟ شما هم اینجایید خانم جان. آقا جان دیدار ما به اینجا بود. زرین کلاه ما را چه کردی؟ این شهر میگفتید بیا؟ این همه راه باید میامدیم دنبال عجل. بهش گفتم نرو، گفتم بذار حساب صاف کنم با بدهکار و طلبکار با هم راه میفتیم. بهش گفتم بچه کدامه، کی بچه خواسته؟ ما خود چه گل سر دنیا زدیم که بچه ای را افزرگردان کنی. آی چی بگم خانم، دست خودش نبود. ده تا سواری رد کردی زرین کلا. تو این چی دیدی که سوار شدی؟ بچه؟ بچه که میدید دلش میرفت. وای که چه دل سوخته رفت. دنبال بچه رفتی تا اون دنیا. بهش گفتم زرین کلا اگر پا به راهی اتوبوس هست چرا سواری؟ بهش گفتم اگر در موقعه ولایت جواب کرده کی گفته تهران به طالب کاری میکنم. ولی خانم درد داشت. راحت شد. هیچ خیال نمی کردم چین مجلس بزرگی براش بگیرم. این همه را آمدی دنبال مجلس خطه. این همه را زرین
این خواب منه. شب پیشش خواب بدی دیدم، بهت نمیشد گفت. خواب این مجلس رو میدیدم، پس منتظر اتفاقی بودی. من همیشه منتظرم. بدش منو بشین. چرا تو خدمت میکنی؟ تو صاحب مجلسی، از بیماری بارند شدی. تا کی خودتا تنبیه میکنی محروخ؟ خواهر به اون مهربونی که میگفتی خیال میکنی راضی باشه؟ ای وای، ای وای، حالا دیگه خونه مردم باید پیت بگردم. زیر سقف بر نمیگردی کیو دغمر کنی؟ سرم خراب شون خونه که تا هستم قصه شد. تایی جاده ها گرفتی به کجا رسید؟ خوش آمدین، خوش آمدین. چه خوش آمدی خانم، خوش آمدم به مجلس ختمش. همه عمر کسی به من یک خوش آمد نگفت. من بودم که هر بار از در آمد بهش گفتم خوش آمد. خوش آمدی. آی چند سال توی یک خط گفتم دست بردار. چند سال دل دل کنم که رفتی بر میگردی. چند سال توی این پیچ خطر. گفتم، گفتم، به خدای خدا بهش گفتم. نه خیال کنید نگفتم. گفتم دست بکش، به هر کی نگاه کنی پی کار دیگه ای رفته، کاری که بی خطرتر باشه، پردرآمدتر. منو میذاری به دنیا با این همه قد و نیم خط، با این همه نافرمون ناسر برم؟ گفتم دفعه آخرت باشه. خانم، چه میدونستم دفعه آخرشه. انگار خواست لج کنه. لج؟ به من؟ انگار خسته بود یا حوصله نداشت. خدا حافظه یه قریبی کرد. انگار هزار سال قریبه ای. یادش بخیر. سر شما سلامت. از نزدیک دیدم جاده هنوز لیز بود. درسته که اونا برای ما میمدن، ولی ما باعث نشدیم. چرا سنگینش رو دوش ماست؟ من میگم برعکس، اونا با این اتفاق عروسی ما رو به هم زدن. اوه چه خیال تازه ای تو سرته. نکنه خیال کنی یه جور مخالفت با عروسی ماست. امال علامتی نشون میدهی. میخوام بقیه عمر آسوده باشم. نمیخوام فکر کنم از بخت من بوده. میخوام بدونم اون راضیه. سلام به همه. غم آخر همگی. متاسفم که اولین شاهد این فاجعه من بودم. هیچ کس فشاری رو که روزانه بر اعصاب یک مأمور فداکار وارد میشه اندازه نمیگیره. ما مشتاق دیدن فجایع نیستیم و جلوگیری از فجایع هم به تنهایی از ما ساخته نیست. به فاصله 30 ثانیه پس از صدای وحشتناک سانحه، من صدفاً فلاحی پلیس راه در محل حادثه بودم. باید بگویم اثری از درد و رنج در چهرهشان نبود. حتی شاید ته لبخندی هم دیده میشد. بله، فقط مردگان از مرگ میترسند. آیا تمام شده بود؟ من افسر مسئول در گزارش رسمی هم با اطمینان قید کردم بله جا در جا. اما آنچرا که نتوانستم با اطمینان خاطر نشان کنم علت بود.
انحنای جاده، لغزندگی پیچ، ریزش کوه، ساییدگی لاستیکا یا خدای نکرده نقص خطکشی. در سرنشینان نفکش آثار مستی، خوابالودگی یا مصرف داروهای رخوت‌آور مشهود نبود. همینطور علائم سرپیچی از مقررات، سرعت غیرمجاز و یا عدم توجه به علامت سبقت ممنوع. شش نفر میمیرند، دو نفر زندانند، چند زندگی پاشیده، دو وسیله نقلیه به کلی از رده خارج شده. صاحبان نفکش با اداره بیمه، اداره اسناف و غیره دچار مشکلاتند. گروه بزرگی داغدارند، با این همه در گزارش ما خطایی نیست. یدکش جلویی تا یک فرسنگ بعد هنوز متوجه نشده که مخزنش خالی کرده. بله، هیچ خطایی از چشم تیزبین قانون پنهان نمی‌ماند. ما همیشه گفته ایم دقت، دقت، احتیاط. باز هم تکرار میکنیم، نگهبان خود باشید. پس چیزی از چشم تیزبین شما پنهان نیست. ولی شما آینه پیدا نکردید. مادر بزرگ، شما قول دادید. اونم قول داده بود. همین حرفا برای این که بگین مرده؟ چرا سیاه پوشیدی؟ خانم چی شده؟ صبر. فقط صبر. ما متشکریم از مأمور عزیزی که به حکم احساس مسئولیت انسانی بدون داشتن وظیفه‌ای قدم رنجه کردن تا ما رو دلداری بدن. واقعا متشکریم. خانم جان میبخشید، برای مراسم آمدن. مراسم؟ اونا نمردن تا مراسمی اجرا بشه. ما جمع شدیم و منتظرشون هستیم. بالاخره موضوع چیه؟ ما کجا هستیم؟ صبر کن. برو لباس بپوش دختر جان، اون میاد برای عروسی تو. بد میشه اگه لباس عروسی به تن تو نباشه. خانم حسابی به سرش اومده. من میگم علائم جنون. همیشه اولش همینطوره. سابقه ای هم داشتن یا تازه شروع شده. فعلا نوع حاد نیست. بهش میگن جنون بی‌آزار. چرا بایستادی؟ زودتر لباس بپوش دختر جان. میخوایی وقتی آمد وحشت کنی؟ ماهرخ تو حاضری رهی؟ الان؟ چرا نه؟ کمکم میکنیم اصلا؟ یعنی چه تو این وضع؟ تو بیا هم نه. وای ماهور خبر کنی. خوب تعجب نکنید، آقای راننده نفتکش و شاگردش به درخواست خودشون برای ادای احترام به قربانیان حادثه اینجا اومدن. لطفاً آرامش خودتون حفظ کنید. مالک نفتکش اطمینان میدم کلیه خسارت قانونی از طریق شرکت بیمه و پیمانکار مربوطه پرداخت میشه. آقا
به کسی قریب گیر آوردین؟ آه به این بچه رحم کنیم. بمیرم الهی. خاری تو نبینم مرد. اینطوری به ما نگاه نکنین آقایون. خانوما به پیر به پیغمبر قاتل نیستیم. ده نه 20 سال کار توی جاده یه تصادف نداشتیم، طریق از یه خلافی. کی اینجا 18 چرخ نشسته؟ به زبون بیا. از دور که دیدمش گفتم به سکوسا چه آشی روش یه وجب روغن نلیزی. از دور که دیدمش گفتم چند نفر توی سواری، رفتم چراغ بزنم که شناسه سلامی دل خوش کنه. یهو دیدم فرمون تو دستم نیست لاکردار، اومدم بکوبم رو ترمز، کوبیدم. چه کشید کافر مذب، خیالیدم بریده سگ پدر، نبریده بود. سرید تا اون بر خط، کوبید به کرایه من نقمون کرد. حالا دیگه بیا. خانم گفتین یه تو که با بیاییم عذر گناه نکرده، از ما به دل نگیرین جان مولا. به ما گفتن به خانمی خودتون رضایت دادین، جای دوری نمیره عوض میگیری. ما اصلا نمیشناختیم که، دشمنی داشتیم که نداشتیم، حساب خورده ای پاک پاکی. حتما مردم خوبی بودن که یه چشم هم زدن رسیدن جایی که ما باید یه عمر دنبالش بدویم. من تو آینه دیدم، آینه بغل دیدم تمومه. تازه خود ما هم سر تمیون زمین و هوایی. زمینگیر شیعه اسرائیل، چه زمینگیرم کردی؟ چرا من نبردی با شیش سر نون خور که حالا جش به دست مردمم؟ دست بردار نیست فلاکه. توف آتیش به دلم زدی اوستا. من چی بگم که تازه عیالم؟ شش ماه دختر چراغ دلم رو دست مادرش بی پدر. جای دوری نمیره خانم، منزل دعا به جونتون میکنم، گذشت کنین از ما که همگی محتاج بخششی. Oh, my God.
آمدم. به شما گفتم که در راه. اون به من قول داده بود. عروسیت مبارک دختر جان.